سلام و وقت بخیر به همه بینندگان عزیز برنامه نظرات شما. امروزه در ایران مزار هر شهیدی نقطه پیوند قلب‌های ایرانیانه که برای وطن میتپه. پدر ابوالفضل آدینه با انتشار کلیپ نصب سنگ مزار پسرش اینچنین نوشت: نصب سنگ مزار جگرگوشم. آرزو داشتم آجرهای خونه ابوالفضل رو روی هم بذارم، ولی حالا دارم سنگ مزارش رو نصب می کنم. تمام نمی شود این درد، ولی ما هنوز هم محکم ایستاده ایم. من زنده ام تا راه پسرم را ادامه دهم و انتقام خونش را از قاتلین بگیرم. ما از رأی گردن به این قاتلین نزدیکتریم. سنگ مزار ابوالفضل، اونایی که می گفتن چرا سنگ مزار نداره، به خاطر سردی هوا بود. این سنگ مزارش الان داریم می زنیم. برای سنگ مزارش قاتلین ابوالفضل بدونن که از رگ گردن بهشون نزدیکتریم، گیر یا زود سراغشون میاییم. ما دادخواه هستیم، مخصوصا یگان ویژه مشهد در جریان باش. و اما انعکاس کاربران در اینستاگرام. در کامنتی کاربری خون جاری و جوشان شهیدان رو با این متن زیبا نوشته: خون در زمین فرو نرفت، روی زمین پخش شد. از زیر هر سنگ جوشید و جوشید و به راه افتاد. هر کس آن را می دید می فهمید جایی بیگناهی را کشتند. و کاربر بعدی به خانواده ابوالفضل دلگرمی می ده و می نویسه: هیچ حرفی شما رو آروم نمی کنه. ما دلمون پیش شماست، فقط بدونید قلب مردم با شماست. در کامنت بعدی کاربری انتقام خون شهیدان را وعده داده و می نویسه: مطمئن باشید خون ابوالفضل عزیز پایمال نخواهد شد، به زودی تقاصه بعدی پس خواهند داد. دستگاه قضا هیچ موقع خود مختار نبوده، همیشه دستوری دارین عمل باشید، دفعه دستوری دارین عمل میکنید. مثل روزم برای ما روشن، شما اگر راست بگید پرونده بچه مرد توی بیمارستان بیمارستان نمیدوز بگید. کار کن جزوی اختلاس نست، جزوی پرونده ما دیگه نمیدونستید. بچه منی که تو بیمارستان امام رضا به ملک و تعالی پیوست، مطمئن باشی نظرات جد تو نزدیکترین سایبر یا بهش بگید تو لایو من هستی میدونه. و کاربر بعدی جواب مردم ایران به جنایتکاران در قیامهای بعدی رو گفته و می نویسه: دنیا جواب ظالمان رو دیر یا زود خواهد داد، مردم ساکت نمیشن. در کامنت دیگه ای کاربری سرنگونی توسط مردم رو از خدا طلب کرده و می نویسه: خدایا تو را به مهربونیت به این مادر و پدر صبر و آرامش بده و به مردم شجاعت و دل و جرأت بده تا میلیونی به خیابونها بیان تا قاتلین رو سرنگون کنن که خون این عزیزان به ثمر برسه و پایمال نشه. آمین. کاربری نیست و نابودی این حکومت رو که جوانان وطن رو به کشتن میده از خدا طلب کرده و می نویسه: جوان مردم رو کشتن، چرا نمیان جواب بدن؟ چرا قاتلش رو اعدام نمی کنن؟ چرا برای بستن خیابون محسن شکاری رو اعدام کردن؟ چرا قاتل ابوالفضل آدینه‌زاده رو اعدام نمی کنن؟ خدا نیست و نابودتون کنه که برای بقای حکومتتون این همه جوون رو به نامردی کشتی. و سنگش هم امروز میذاریم که بترکید، ببینید چه بچه قشنگی مثل خودش، مثل ابوالفضل زیبا. ببینید سنگش به چه قشنگی، اونم لایو میذارم. سایت یا حتما بیایید، اطلاعات یا حتما بیایید. شمایی که دارید میگید از جایی من دارم ساپورت میشم، خاک برو سرتان بشه. نه شرف ندارید که من برم از جای، اگر من لب تر کنم این ایرانی های ایرانی ها به من کمک میکنم. بعد به من همه میگن آقا ما کنارتون هستیم تا لحظه آخر. راه ابوالفضل قطعا ادامه داره، راه آدینه زاده، راهی که با خون ابوالفضل. وقتی که میگی من ساپورت، من اگر لب تر کنم هر وقت همینجا کمک میکنم، نمیخواد برم جای دیگه ساپورت بشم. بله دوستان،
رژیم آخوندی این حکومت بچه‌کش فکر میکنه که با کشتن فرزندان میهن میتونه به حیات ننگین خودش ادامه بده. اما همونطور که این روزا در مزار شهدا میبینید، دیگه ایران ما به قبل قیام بر نمیگرده و مردم به مثابه آتش زیر خاکستر منتظر فرصت بعدی هستن تا شعله قیام رو که همچنان روشنه بالا بکشن، تا بساط دین فروشان رو از مملکت ما جمع و نابود کنند. با تشکر از توجه شما، به امید سلامتی تک تک شما در هر کجا که هستید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.